خاطر اینکه میخوام دوستان عزیز متوجه بشن که اگر من برخلاف آقای ترامپ صحبت میکردم به خاطر اینکه میدونم یک آدم نژاد پرسته و چشم دیدن مردم ایران نداشت و خیلی از شما از دست من ناراحت شده بودید که چرا من در مورد این ترامپ اینو میگم، چون فکر میکردین که ترامپ درش به حال مردم ایران میسوزه. تصدیق که همچین چیزی نبود عزیزان من. آقای ترامپ یک آدم نژاد پرسته که چشم دیدن مردم ایران رو نداشت و بارها و بارها ویدیوش رو برای شما پخش میکنم همین الان که در سخنرانیاش میگفت که ما با دولت ایران هیچ کاری نداریم، رژیم چنج نمیخوایم انجام بدیم و ما اگر که ایران قبول بکنه که نیروی هسته‌ایش رو استاپ بکنه، پالایشگاه‌های هسته‌ایش رو استاپ بکنه و بعدم اومدن گفتن بالستیک میسایل‌هاشون هم بیان استاپ بکنن که اول جزوش نبود بعدن اضافه کردن به خاطر که دولت اسرائیل ازشون خواسته بود اون حرف رو بزنن، با کمال پررویی و در این ویدیو خواهید دید. But I knew he was coming in, and I respected the fact that he was coming in, and he met with President Macron, and Iran has got a very difficult situation. They're in a position that's not a very good position from the standpoint of economics, and that's okay, because we can clear that up very quickly. I'm looking to have a really good Iran, really strong. We're not looking for regime change. You've seen how that works over the last 20 years. That hasn't been too good. And we're looking to make Iran rich again. Let's let them be rich. Let's let them do well if they want, or they can be poor as can be. They can be like they are now. Right. And I'll tell you what, I don't think it's acceptable the way they're being forced to live in Iran. And what we want is very simple. It's got to be non-nuclear. It's got to be non-nuclear. We're going to talk about ballistic missiles. We're going to talk about timing. We're going to talk about the length of the agreement, which, as you know, it expires in a very short period of time. گفتن که ما با دولت ایران هیچ مشکلی نداریم. اینها رو پولدارترین آدمای روی کره زمین خواهیم کرد. نمیخوایم رژیم چنج بکنیم. هیچ چیزی، فقط میگیم که آقا شما از سلاح اتمی دست بردارید. و این تنها مشکلش با دولت ایران این بود. یعنی دو تا مسئله‌ای که من با دولت اسرائیل هیچ مشکلی ندارم و فکر می‌کنم که واقعاً به نفع مردم ما هست و به دولت‌های ما هستش که بهتر رابطه رو با اسرائیل داشته باشه تا با جای دیگه. ولی خواسته هایی که آقای ترامپ داشت دو تا خواسته بود که اسرائیل داشت و ربطی به مردم ایران نداشت. شماها فکر می‌کنین که ترامپ دلش به حال مردم ایران سوخته بود یا اینکه آدم بود که به فکر این بود که بیاد پس فردا برای حق و حقوق شما از شما دفاع بکنه؟ خیر. ولی خب در رابطه با کشور ما این یک مسئله هستش که همیشه بوده و خواهد بود و متاسفانه مردم ایران آخرین کسی هستن که این دولت مردان کشورهای جهان اول به فکرشون هستن. اینها به فکر منافع خودشون هستن. برات خیلی ممنون که با من بودین تا این لحظه. در برنامه‌های بعد انشالله بیشتر در رابطه با مسائل مهمتری صحبت خواهیم کرد که حالا لیست برنامه‌ام خیلی زیاد بوده و هر حال وقت زیاد هستش. با شما عزیزان امشب خداحافظی میکنم و آرزوی سلامت برای همه شما عزیزان دارم تا برنامه بعدی. خداحافظی یکایک شما.